آخرین بحثی که میشه در مورد آموزش کاربردی پستگرس اسکیو بهتون گفتم، میشه گفت بحث مربوط به استوپ پروسیجر هستش. ببینید اگر تعداد داده های ما خیلی زیاد بشه و رفته رفته تعداد رپورت های ما زیاد بشه، ما حتما به استوپ پروسیجر ها نیاز پیدا خواهیم کرد. خب استوپ پروسیجر مزایای خودش رو داره، پرفورمنس رو میبره بالا، واسه میشه خیلی از کد ها به صورت مهندسی نرم افزار شده در داخل خود استوپ پروسیجر نوشته بشه، امنیتش بالاست، خیلی در مقابل اسکیو اینجکشن اینا مقاوم هستن. خب نمیخوام من وارد بحث این بشم که استوپ پروسیجر چه مزایایی داره. خب اما خب اینا قبلا در دورهای قبل حتما بهش اشاره شده. اینجا میخوام ببینیم نحوی هستن که چطوری میشه یک استوپ پروسیجر رو آورد توی بحث پستگرس که پیاده سازی که اینو بهتون یاد بدم. نگاه کنید، من یه مثلا میاد تو قسمت استوپ پروسیجر ها راست کلیک میکنه نیو پروسیجر، من یه استوپ پروسیجر اینسرت می نویسم، مثلا میسم اسپی آندرلاین اینسرت، سعی کنید اسم با مسمی استفاده کنید که بدونید، مثلا اینسرت پروداکت. چرا این انتخاب کردم؟ چون تعداد فیلداش کم تره. میام یه جدفر پروداکت هم میام یه جدفر چون که تنبرم، میام تو قسمت اسکریپت اینسرت درست میکنم و خب میام تو قسمت کد اینو پیست میکنم، میگم آه میگم که اینسرت کن رو زدفر پروداکت، پروداکت آیدی، پروداکت نیم، پروداکت پرس. خب پروداکت آیدی رو که نمیخوام، چون مثلا سریال خودش اوتو اینکریمنتال مثلا سکونسی اضافه میشه، فقط دوتا چیز رو لازم، یکی پروداکت نیم رو نیاز دارم، یکی پروداکت پرس. میام تو قسمت دیفینیشن پارامترام رو تعریف میکنم، میگم اول میام زبانش روی اسکیو، میگم اولین پارامتری که میخوام بهش بدم از نوع کاراکتر وریانت، خب مودش از نوع اینت، اسمش چیه؟ پروداکت. یه آندرلاین جلوش بذارید که مشخص بشه پارامتره که فایده کار رو میده. ببینید کاراکتره از نوع اینپوت پروداکت نیم. فیلد بعدی که میخوام بهش بدیم اینتیجره دیگه، عدد بود. اینتیجر هستش. خب کدش رو بیاریم، اسمش پروداکت پرایس بود. و میام اینجا هم یه دونه آندرلاین بهش میذاریم از اون اینپوت، یه عدد ورودی بهش میدیم اینپوت و اینم کدش رو ببین الان. خب اینجا میایید مینویسید که این میشه پارامترش، من یه جوری پارامتر یه آندرلاین گذاشتم که مشخص بشه اینا فید نیستن، نه چی هستن؟ پارامتر هست. اینم پروداکت پرایسمون، زومش رو ریست کنیم، ببینید شد این سیدین تو پابریک اسکیویش هم خودش ساخته به این شکله. میگه دوتا پرومتر ورودی داریم، پروداکت نیم و پروداکت پرایس، زمرش از نوع اسکیویره و اینم بادیشه که اینجا بادی تمام شد. سیوش میکنم. خب ببینید استوپ پروسیجر ایجاد شده، میخوام کارش کنم، تست بکنمش، میگم روی استوپ پروسیجر هم راست کلیک میکنم و اگز اسکیوی دیسکریپت رو میزنم. خب میگه خودت بده که من یه اینسرت روش انجام بدم، مثلا میزنم پروداکت نیمم، خب مثلا لپتاپ قیمتش رو چقدر بزنیم؟ 100,000 تومن اینسرتش میکنم. میگه کوئری چی شد؟ اجرا شد. خب بذار ببینیم آیا یه جدفر پروداکت رکورد اضافه کرد یا نه. برابین رکورد پنجم چی شد؟ رپتاب رو چیکار کرد؟ اضافه کرد. خب این نحوه نوشتن کوئری های چی بود؟ خب اینسرت و دیلیت و اپدیت هم دقیقا مشابه همین است. من یه دیلیت هم بنویسم براتون، فرقش دقیقا این همه، یعنی فرقی نمی کنه. مثلا میام روی نگاه کنی یه جدفر پروداکت هم و میخوام مثلا یه دونه استوپ پروسیجر دیگیت بنویسم، نگاه کنید دیگه دیسکریپت اول تولید میکنم، کنترل سی، میام تو استوپ پروسیجر ها، سعی کنید از ابزارهای ویوی این خودش استفاده کنید. میگه ما اسپی آندرلاین استوپ پروسیجر دیگیت بنویسم روی جدفر چی؟ پروداکت، اسم با مسما بزنید، کدش اینه و چی؟ میگم و
هست، اسمشو دقیقا درست بزنیم. کارم product id و product id مساوی. خب من بیام پارامترشو تعریف کنم تو definition ها. میگید آقا از من integer باشه، مودش این باشه و اینم product id مون باشه، اینم product id و سیف. خب ببینیم چه خطا داد. میگه نوعش رو مشخص نکردی برای من، نوع زبانش رو اینجا مشخص نکرد به مسکره و سیف. به من مسکره پروزره دیگه تمچکار کرد، ایجاد کرد، اجراش میکنم. خب کریتش رو ساخت بزنم، ببندم که اینا یه باید دیگه تشو اگزیسکریتش رو بیارم، میگم کار کن. به من فراخانی است و پسه و درمین که کاره، میگم پاک کن رکورد چند دو پنج اونی که تازه اضافه کرده بودیم پاک کن. ببین اجراش میکنم سریع در 132 میلی ثانیه اجرا شد و رکورد پنجم هم برامون پاک. ببینم از بحث این سه تو دیگه در از دو پروسیجر.